سلام سلام به همه شما دوستان خوبم من احسان هستم با همدیگه سرتیتر خبرهای رسانه های آلمانی رو مرور میکنیم گرامرها و لغتاش هم با همدیگه مروری میکنیم که به آموزش زبان آلمانی هم کمک بکنه خیلی دوستان پیگیر هستن که چرا چند وقت دوچ پرزشیوی درسی آلمانی نمیذاره دوستان عزیز خیلی از عزیزان هستن که سالها همراه ما بودن ولی اگه شما تازه به جمع ما پیوستید باعث خدمتون بگم که بیشتر از هزار تا درس آموزش آلمانی در دوچ پزشکی هست که میتونید مشاهده بکنید از آ تا ب آینس هر آنچه که زبان آموز نیاز رو یاد بگیره رو ما درس دادیم دوستان عزیز کلی درس از به رایگان چه در وبسایت dochpedishvi.com که دسته بندی شده است چه در یوتیوب dochpedishvi چه در تلگرام و یا در اینستاگرام میتونید اون درس ها رو مشاهده کنین دوستان من پس حتما به وبسایت سر بزنید اونجا میتونید کتاب آموزش آلمانی رو هم تهیه بفرمایید امروز 11 2022 هستش ناخشتن 11 2022 اخبار 11 2022 خبر اول مئر از 250.000 نوی انفکسیونن بیشتر از 250 هزار مورد جدید ابتلا به بیماری در آلمان ثبت شده دوستان عزیز. دست اکایی ملدت مت 262.752 positiven Tests binnen eines Tages einen neuen Höchstwert. Robert Koch Institut با تعداد 262752 تست مثبت در طی یک روز یک رکورد جدید را ثبت کرده. هیچ وقت حالا آمار مبتلایان در آلمان اینقدر بالا نبوده. حالا جدا از این وزیر بهداشت هم گفته که علی این اینکه خیلی خیال میکنن که کرونا تموم شده یا گذشته یا در محدودیت ها کم میشه یه طرف دیگه آمار وحشتناک بالاست و هیچ وقت حالا در این حد نبوده 250 هزار نفر فقط در طی یک روز ثبت شدن یعنی اینها اومدن تست دادن مثبت شده خیلی هم بودن که تست ندادن طبیعت این آمار بالاتر از این حرف است vor Erkrankungen und لانگ Covid. فو یعنی یک بیماری قبلی داشتن یک بیماری زمینه ای داشتن و کووید دراز مدت حالا ببینیم رابطه این دوتا با هم دیگه چی هستش یه میا فو اکرانکونگن دستو ها ایس لات شدودی غیزیکو لانگ سایت فولگن که بیماری های زمینه ای یا بیماری هایی که از قبل آدم داشته بیشتر باشه در نتیجه طبق تحقیقاتی که انجام شده ریسک عوارض بلند مدت این بیماری بالاتر خواهد بود درس یک درس درس گرامر به آینس هستش دوستان هستید اینو قبلا کار کردیم یه دستو یا یه میا رو جستجو کنید با این گرامر بسیار کاربردی آلمانی اونجا میتونید بیشتر آشنا بشید ریزیکو یعنی ریسک لاوت شتودیه به اتفای یعنی طبق تحقیقاتی که انجام شده همین درس به فرض لاوت گمس ناخ رو جستجو کنید با اون گرامر هم اونجا کلی مثال های بیشتر هستش لانگ سایت فولگن یعنی عوارز یا عوارز بیماری بلند مدت انفکسیونز هوخ آوخ این چینا. آمار مبتلایان یا بیماری بسیار بالا رفته همچنین در چین چین رو شاید شما بشنوید که میگن چینا شاید هم بشنوید بگن که کینا هر دوتاش درست دو اگه جای شنیدین تعجب نکنید داسلند ملدت زو فیل نو انفکسیونن وی zwei Jahren nicht mehr. این کشور تعداد آمار مبتلایانی که ثبت کرده انقدر بالا بوده که از این دو, دو, سال گذشته تا کنون انقدر این آمار به این اندازه نبوده یعنی توی چین هم آمار مبتلایان بالا رفته در ادامه با هم دیگه نگاهی به خبرهای مهم راجع جنگ روسیه و حمله به اوکراین هستش که با هم دیگه مرور میکنیم اینها خبراتی هستش که خبرهایی هستش که در رسانه های آلمانی منتشر شده کریگ gegen die اوکراینه جنگ ضد اوکراین neben den mehr als 2,3 Millionen aus der Ukraine geflüchteten haben auch UN Schätzung weitere 1,9 Millionen weitere wegen des Krieges ihre Wohnorte verlassen. Dar keiner bisher als 2.300.000 کسانی که به دلیل جنگ آواره شدن اوکراینی که به دلیل جنگ آواره شدن در کنار این طبق تخمینی که سازمان ملل زده یک میلیون و هزار افراد دیگه هم بودند که به دلیل جنگ منطقه‌ای که درشون زندگی میکردن رو ترک کردن ویگن حالت گنیتیف هستش درس ویگن رو تو گرامر کار کردیم تو درس گرامر ون اوت یعنی مکانی که طرف زندگی میکنه که ون اوت جمعش فلاسن ترک کردن جایی که کسانی که از یک جایی به نوعی فرار میکنند یا آواره میشن یا در از اونجا ترک بکنن شتسنگ هم یعنی تخمین معنی مختلفی داره شتسنگ دوستون عزیز. یکی از معنی تخمین و حدس و گمان هستش Altkanzler Schröder will offenbar im Krieg gegen die Ukraine vermitteln. صدر اعظم سابق آلمان آقای شرودا که قبل از خانم مرکل بوده میخواد که شا... شواهد امن نشون میده که میخواد در جنگ که ضد اوکراین اتفاق میفته پادر میونی کنه و وساطت کنه. اهاتسیشگستان میت پوتین گتروفن. او دیروز با پوتین دیدار کرد. گرهارد شرودا رابطه نزدیکی با پوتین داره برای همین تصمیم داره که پادر میونی کنه برای جنگ فمیتل معنی های مختلف داره دوستان عزیز. یکی از معنیاش در اینجا واسطه شدن بین دو نفر هستش فمیتل معنی تحقیقات پلیسی میده راجع به تحقیقات میده خیلی معنی های مختلفی داره واسه این فعل آلمانی رو باید ببینید توی اون کنتکست یا توی اون درس متنی که هست چه معنی داره بعضی وقتا Beschleunigter EU-Beitritt der Ukraine wurde auf EU-Gipfel abgelehnt. پروسه سریع شتاب داده شده ورود اوکراین به اتحادیه اروپا در جلسه اتحادیه اروپا که بوده این موضوع رد شده یعنی اتحادیه اروپا این موضوع رو رد کرده که بخوان سریعتر از آن چیزی که باعث پروسش طول میکشه اوکراین رو سریع به اتحادیه اروپا وارد بکنند بشلوینکت یعنی چیزی که به شتاب داده میشه سرعت داده میشه بایتخت ورود ورود به ای او اتحاد اروپا ای او گپفل گپفل یعنی مکه جلسات جلساتی میشه و گرده همایی میشه به فرض کشورهای اتحاد اروپا دور همدیگه نشستی برگزار میکنن و اپلینن در اینجا فعلشه یعنی رد کردن یک موضوعی ویل یدن تاگ فلوخ روسیه میخواد که از امروز هر روز یک راه راه روی به قول معروف یا راه فرار برای منظور افراد عادی به کشور خودش باز بکنه یعنی یک مسیر رو هر روز یک مسیر رو باز بکنه که افرادی که اوکراینی هایی که در جنگ هستن و نظامی نیستن بتونن از اون کوریدور یا از اون راه استفاده بکنن و به جای امن ولی درون خاک روسیه برسند فلوخت یعنی راه فرار به نوعی یعنی راه باریکه راه یا مسیر به در اینجا کوغیدو معنی راه رو هم میده و انبیتن هم یعنی ارائه کردن بله دوستان من اینها خبرهای امروز بود که در رسانه آلمان منتشر شده بود اگر مورد توجهتون قرار گرفت حتما ویدیو رو لایک بکنید و نظر خودتون رو هم در کامنت با ما به اشتراک بگذارید ممنون از همراهیتون امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشین تا ویدیوهای بعد بدرود